تاکید حکومت افغانستان بر سر کوب گروه های مسلح در خاک پاکستان. سپردن سند مذاکرات صلح از سوی حزب اسلامی بر رئیس جمهور غنی. و نصب سیستم دفاعی راکتی ناتو و امریکا در پولند آغاز شد. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 25 ثور سال 1395 هجری شمسی که برابر می شود به 14 ماه می سال 2016 میلادی. موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان تغییر نکرده است. ارگ ریاست جمهوری می گوید اکنون زمان آن رسیده که پاکستان بر اساس تعهدات نشست های چهار جانبه در برابر گروه های مسلح اقدام نظامی کند و کشورهای عضو دیگر کمیسیون چهار جانبه نیز تعهداتشان را در بخش سال عملی سازند. در همین حال معاون سخنگوی رئیس جمهور تاکید می کند که حکومت برای مبارزه علیه فساد اراده سیاسی دارد و تمامی دوسیه های کوچک و بزرگ فساد را به گونه دقیق بررسی خواهد کرد. پس از تاکید پیام پاکستان در رابطه با نشست پنجم نشست های هماهنگی چهار جانبه صلح، اکنون هم در موقف حکومت افغانستان تغییر نیامده است. وزارت امور خارجه پاکستان به تازگی از آمادگی برای نشست پنجم چهار جانبه خبر داده است، اما معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری میگوید که اکنون زمان آن رسیده است تا پاکستان بر اساس همین فیصله های چهار جانبه بر ضد گروه های مسلح اقدام نظامی کند. تعهداتی که صورت گرفته بود از جانب افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و همچنان چین در نشست‌های چهار جانبه حالا مرحله بعدیش رسیده و ایمانا که نقش، مسئولیت و همچنان کار هر شریک مشخص گردیده بود که در صورت عملی شدن و نشدن از او هر گروه، هر جانب در گروه مسئول قرار می گرفت. و امروز شما موقفگیری افغانستان و صحبت‌های رئیس جمهور در نهاد پژوهشی روسی که در بریتانیا برگزار شد، ما موقف خود را روشن ساختیم و خواستهای خود را هم مطرح ساختیم. در این کمیسیون چهار جانبه علاوه بر پاکستان کشورهای دیگر نیز شاملند، اما معاون سخنگوی رئیس جمهور در حال حاضر به شکل مشخص در رابطه با آوردن فشار این کشورها بر پاکستان چیزی نمیگوید. رئیس جمهور غنی نیز در حاشیه نشست بین‌المللی ضد فساد در بریتانیا بر موقف پیشینش در برابر پاکستان تاکید کرده است و همچنان تعهد سپرده است که پس از برگشت به کابل تمام دوسیه های فساد را به سلسله مبارزه علیه فساد با جدیت بررسی خواهد کرد. بعضی از پرونده ها ابعاد بسیار تکنیکی و پیچیده حقوقی می داشته باشند که در بعضی اوقات می تانه زمانگیر شود، ولی آنچه مهم است امی است که علاقمندی سیاسی، تعهد دولت و تعهد شخص رئیس جمهور به خاطر رسیدگی به هر گونه دوسیه فساد اداری چی خورد چی بزرگ باشه وجود داره و این تعهدات عملی هم میشه. حکومت افغانستان در حال بر موقف پیشینش در برابر پاکستان تاکید می کند که این کشور گفته است بر گروه های جنگجو اقدام نظامی کرده نمی تواند و با باور آگاهان سیاسی پاکستان با سپردن تعهد وقت حکومت افغانستان را ضایع می کند. های مذاکرات حکومت با حزب اسلامی بر رئیس جمهور سپرده شد. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگوید که در این سند از میان 3 موارد اختلافی بر 2 مورد آن توافق شده است و در رابطه با موارد دیگر آن با رئیس جمهور گفتگو خواهد کرد که پس از توافق رئیس جمهور نسخه نهایی شده این سند را با رهبر حزب اسلامی شریک خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری نیز میگوید که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی پیشرفت صورت گرفته و پس از توافق نهایی این سند با مردم شریک ساخته خواهد شد. پس از بحث‌های زیاد میان حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت، سند و یا طرح گفتگوهای صلح نهایی شده است. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت میگوید که سند گفتگوهای صلح نهایی شده و با رئیس جمهور غنی نیز شریک ساخته شده است. امین کریم میگوید که بر موارد نهایی این سند روز یکشنبه با رئیس جمهور غنی گفتگو خواهند کرد. سندی که مورد مذاکره جانبین بود نهایی ساخته و قرار به این شد که برای جناب رئیس جمهور در حین سفر برشان فرستاده شود و
و جناب دکتر عبدالله و یکی دو جناح داخلی و خارجی و بالاخره امروز او سند به صورت پاک نویسی شده در اختیار هیئت حزب اسلامی افغانستان قرار بگیره و امشب یا فردا با جناب رئیس جمهور ملاقات آخری داشته باشیم تا اونا آخرین ملاحظات و صحبت هایی که در این رابطه دارن بر ما بفرماین و ما بتونیم این سند بالاخره به مقامات رهبری حزب اسلامی افغانستان تحویل بدیم. گفته می شود که طرح 25 ماده‌ای صلح حزب اسلامی با حکومت از 3 مورد اختلافی آن بر 2 مورد آن توافق شده است و 1 مورد اختلافی آن هنوز هم باقی مانده است که بر نهایی شدن آن با رئیس جمهور گفتگو خواهد شد. در مورد مسائل مهاجرین و زندانیا توافقات بین دو هیئت صورت گرفت. یکی دو مطلبی که مختص به تصمیم گیری جناب رئیس جمهور است انشاءالله در ورای صحبت های فردا از ایشان خواهیم گرفت. ما امیدواری بسیار زیاد داریم که فردا این مطلب نهایی شود و از دست جناب رئیس جمهور سند نهایی شده را حاصل بکنیم. اما چنانچه عرض کردم به می ترتیب جناحایی که افغانستان را میدان تاخت و تاز و چور و چپاول خود قرار دادن آخرین تلاش خود را خواهند کرد تا از مسیر و روند صلح جلوگیری بکنند. هیچ مانعی قانونی ندارد. دولت مکلفیت دارد که صلح با اونا باید انجام بده. جنگ برای افغانستان رای حل نیست، چون انتخاب اونو از دور جنگ یا صلح، حزب اسلامی صلح انتخاب کرده باشه، انتخاب همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ولسی جرگه همچنان انتخابشان صلح هست، جنگ نیست. از سوی دیگر معاون سخنگوی رئیس جمهور از پیشرفت در مذاکرات صلح با حزب اسلامی خبر می دهد و می گوید که قبل از امضای نسخه نهایی جزئیات آن با مردم شریک ساخته می شود. پیشرفت ها صورت گرفته ولی مهمی است زمانی که پروسه پیچیده مانند پروسه سال به نتیجه نهایی میرسه و قرارداد و یا تفاهم صورت میگیرن نسبت به هر کسی دیگه تعهد ما امی است که مردم افغانستان از او آگاهی پیدا کردن. گفتگوهای صلح حزب اسلامی با حکومت در حال وارد مرحله نهایی اش می شود که گفته می شود تلاش ها برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از لیست سیاه که مورد اخیر اختلاف است هنوز هم جریان دارد. اعضای ولس جرگه بار دیگر بر سر مسیر پروژه توتاپ درگیر شدند. برخی اعضای ولس جرگه حرکت اخیر در برابر رئیس جمهور غنی در لندن را اعتراض مدنی خواندند، اما رئیس و اعضای ولس جرگه این اقدام را برای افغانستان پر از توهین می‌خوانند و می‌گویند که این حرکت از افغانستان رهبری شده بود. این مخالفت ها جنجال های جدی را میان وکیلان برانگیخته و وکیلان قوم هزاره در ولس جرگه جلسه عمومی را به گونه اعتراض ترک کردند. بحث آزاد ولس جرگه بار دیگر پر از جنجال ها بر سر مسیر پروژه توتاپ بود. برخی از وکیلان حکومت را متهم می کنند که برای ولایت مرکزی هیچ گونه پلان انکشافی ندارد و عمدن می خواهد تا این ولایت را از برق محروم کند. اما برخی از اعضای دیگر جرگه میگویند شماری از سیاستمداران به نام قوم و به بهانه این پروژه به بی‌اتفاقی ها دامن میزنند و حرکت انجام شده در برابر رئیس جمهور غنی از سوی همین سیاستمداران داخلی رهبری شده. باید بدانند که این حرکت خودشان است، از رهبرانشان است، ولی اینکه کلافتی خارجی در تبال ازی هستند و دیگر برای حکومت انگلستان میگه که شما بر حکومت فاسد و یا با ملت فاسد شما کمک نکنید. آیا امی از جنبش روشنایی؟ رضوانان چیز مگر استاس اولس مشرط ده غاسب او ده خاین ناری وی دوی نوی نی چی دوی دی چاپ صف کی چی روان دی دوی پر راست که اغا قاتلین او اغا غاسبین طول موجود دی اصلا به غیر قابل انکار وجود دارد که در ماستر پلان برق که تا سال 2032 ترتیب شده مناطق مرکزی تا 32 به صورت قطعی در تاریکی نگه داشته شده. این مخالفت ها میان وکیلان جنجال های را برانگیخته است و همه نمایندگان قوم هزاره در ولس جرگه یک جا خارج شدند. برادرای اگر ما باید دستا که انگپای ما را پوش بگرند، ما که نوکری همون مردم هستیم به انتصار تقاضای همون مردم جلسه ولسی جرگه را اعتراضا ترک میکنیم. همین لحظه برابر رئیس جمهوری افغانستان در سفری که به لندن داشت حاجی سید الماس صحبت دارد. ما
فعلا هم که از تالار دستجمی حرکت میکنن میبرن. ما خوشحال شدیم به دستجمی جان که در یا هیچ کس ملی نبودن، حتی غفاری صاحب ملی نبود خیلی حرکت کرد از جایی. وقتی که ملی حرکت نمیکنن، ما من بعد ما هم قومی حرکت میکنیم. رئیس جمهور یک باغبان خوبی است. در باغ تو درختای غیر مثمر آنقدر رشد کرده، بکن این درختار بنداز که من ملت آتش کنه. نمیگذاریم به کسی که واقعا بر منافع ملی ما، منافع ولیای کشور بحث قومیت مطرح میکند و امروز خانه این ملت را به عناوین مختلف برای خود گروگان میگیره. رئیس ولس جرگه دادن رنگ قومی به پروژه توتاب را اشتباه میخواند و حرکت اخیر در برابر رئیس جمهور غنی در لندن را توهین به افغانستان تلقی میکند. نباید از طرف دو شخص یا افراد مشخصی افغانستان در برابر رئیس جمهور افغانستان توهین میکنه و تحقیر میکنه. این توهین تحقیر نسبت به رئیس جمهور افغانستان نیست، بلکه نسبت به ملت بزرگ افغانستان هست. ولسی جرگه با نشر اعلامیه این عمل را محکوم کرد و آن را خلاف تمامی اصول و ارزش ها خواند. به دلیل مسدود شدن راه ترانزیتی ترخم، تاجران افغان ده ها میلیون دلار متضرر شدند. مسئولان اتاق‌های تجارت میگویند که در 5 روز گذشته صدها کانتینر مواد خوراکی در ترخم فاسد و یا هم از بین رفتند که به این گونه بر قیمت ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. مسئولان اتاق‌های تجارت و اعضای ولسی جرگه مسدود شدن راه ترانزیتی ترخم را از سوی پاکستان خلاف تعهدات این کشور در بخش تجارت می‌خوانند و اسلام آباد را به وارد کردن خساره به اقتصاد افغانستان متهم می‌کنند. پس از تنش لفظی میان نیروهای افغان و پاکستانی بر سر تخطی سرحدی در ترخم، نیروهای پاکستانی دروازه ترخم را برای 5 روز برای مسافران و وسایل ترانزیتی مسدود کردند که این کار باعث وارد شدن میلیون ها دلار خساره به تاجران افغان گردید. مسئولان اتاق تجارت میگویند که به دلیل مسدود بودن دروازه ترخم صدها کانتینر مواد خوراکی تاجران افغان فاسد شده و یا هم از بین رفته است و این کار سبب شده است که آنان میلیون ها دلار خساره مند شوند. در طول هغه څه و چې تقریبا په حدود 10 میلیونه ډالره په دې 15 ورځو کې موږ ته تاوان راورسېدو او ډېر زیات لوی مشکل سره تجار مخامخ شو. په بازار کې قیمت یې راغله، په بازار کې نرخ هم قیمته شو دغه شو. نو دا داسې یو عمل و چې زه فکر کوم چې خلاف د تمام تعهداتو د بین المللي و چې پاکستان دا کار وکړ. مسئولان میگویند علاوه بر اینکه مواد تجارتی تاجران از بین رفت، آنان مجبور بودند که در بدل توقف لاری هایشان در هر 24 ساعت در ایستگاه وسایل $100 محصول بپردازند. اعضای ولس جرگه میگویند که پاکستان همیشه انتقام جنجال های سیاسی را با کشورها از تاجران افغان گرفته است که این کار باعث می شود به اقتصاد افغانستان صدمه وارد شود. در گذشتم سال گذشتم چنین داشته که اونا با بلند بردن طرف های گمرکی وسایل ترانسپورتی و میوجات توقف داده. این سال هم بعضی اختلاف ها که گویا از نگاه سرحدی و ایجاد کدام تاسیسات که اونا داشتن روی از این مسئله، این مسائل اختلاف خامخا در بین مرز و بنادر به وجود میه، مگر باعث از این نشه که اینا بر روی تجار ملی، بر روی مسافرین و در روی صدمه ببینه که اموال تجارتی وجا زایات بته. هرچند بندر کراچی برای تاجران افغان کوتاه‌ترین راه خوانده می شود، اما تاجران افغان می گویند که برای رهایی از وابستگی به پاکستان باید اتکا بر این کشور کاهش یابد و از راه های بدیل در منطقه استفاده شود. تنها در کراچی دلار نوز مواد غذایی، مواد خوراکه، غوړی، بوره او هغه څه چې موږ د پاکستان سره تجارت لرو چې د پاکستان نه راوړو، یعنی هغه اموال چې پاکستان خپل افغانستان ته صادروي، هغه اموال موږ د کراچی دلار نه راوړو چې دا زمونږ 40% د عمومي تجارت یا د عمومي ترانزیت 40% تشکیلوي. موږ 80% خپل تجارت یا په بندر عباس او کله کله په چابهار کې ګرځ چابهار بندر جول نه دی، هلته ظرفیت وجود نشته باشیم. اما با وجود تماس های پی هم موفق به این کار نشدیم. گفتنی است که افغانستان با پاکستان توافقنامه های دو جانبه نیز دارد، اما حکومت و تاجران افغان همیشه پاکستان را به نقض این توافقنامه قرار می کنند.
حکومت افغانستان میاره های تعیین شده از سوی صندوق بین المللی پول را برآورده ساخته و پس از این حق کامل اخذ قرضه از این بانک را دارد. تکمیل هدف مالی تعیین شده از سوی IMF، مبارزه بر ضد فساد و اصلاحات بانکی و اقتصادی به حیث شرایط مهم پیشکش شده بود که به گفته مقام ها از سوی حکومت برآورده شده است. در افغانستان بانک می گوید حکومت می تواند که پس از این برای تطبیق برنامه های اقتصادی 75% سهم کاملش را از بانک بین المللی به دست بیاورد. افغانستان بانک می گوید حکومت در یک سال گذشته معیارهای تعیین شده از سوی صندوق بین المللی پول را تکمیل کرده است و از آن فیصله IMF استقبال می کند که در رابطه به نظام مالی افغانستان در آن ابراز خوشبینی شده است. دو هفته بعد افغانستان رسما در جمع کشورهای شامل می شود که می تواند برای عملی ساختن برنامه های اقتصادیش از بانک بین المللی قرضه بگیرد. در افغانستان از لحاظ تنها مکتبی نیست که ما دسترسی به بازمانده جدید مالی و تمویلی برای پروژه های انکشافی و برای کارهای انکشافی افغانستان دست میاریم. مهمترین اهمیت این داره که جامعه جهانی معتقد به این شدن که حکومت وحدت ملی افغانستان کاملا مصمم با اصلاحات، پیشرفت، انکشاف و از بین بردن کاستی ها است. مبارزه بر ضد فساد، اصلاحات بانکی، تکمیل هدف مالی تعیین شده و اصلاحات اقتصادی شرایط مهم IMF بود. د 9 میاشتو پروګرام زموږ لپاره د ازموینې یا د امتحان یو پارچه و. خوشبختانه د یاد ازموینې څخه موږ په بریا سره ووتلو. دغه بریا مو د دې لامل سو چې دغه د 9 میاشتو پروګرام د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا وارزول سو او دوی په خپل اعلامیه کې دغه ارزونه مثبت یادونه کړې ده، یعنی چې ارزونه مثبت وه. اما با وجود این همه مسئولان در افغانستان بانک میگوید که در سال گذشته وضعیت بد اقتصادی سبب شده است تا بیشتر طرحهای اقتصادی حکومت عملی نگردد. افغانستان در بانک بین المللی به ارزش 400 میلیون دلار سهم دارد و پس از آن میتواند برای عملی ساختن طرحهای اقتصادیش 75% قرضه بگیرد. ما هنوز این موافقتنامه را صرفا به خاطر این نیست که ما قرضه را دست بیاریم. این قرضه را تحلیل جانب افغانی میکنه که ما به این قرضه چی نیازمندی داریم، در کجا باید استفاده شود. اگر نیازمندی به این قرضه به وجود بیاید، بنان ما بعد از پروگرام جدید مثل سایر کشورهای عضوه مستحق گرفتن قرضه از IMF میشیم که او ما عرض کردم که در گام اول حداقل 75% سرمایه سهامت و بعدا حتی میتونه این تا 225% بلند بره. در سال گذشته میلادی برای افغانستان 114 میلیارد افغانی هدف تعیین شده بود که از سوی حکومت 122 میلیارد افغانی جمع‌آوری گردید و بر اساس معلومات یک بخش از این پول‌ها از سوی حکومت وحدت ملی بر مردم به حیث مالیه و یا تکس وضع شده است. در نتیجه حمله بر قرارگاه پلیس محلی در هلمند 6 تن کشته و زخمی شدند. قمندان امنیه هلمند میگوید که صبح روز شنبه یک حمله کننده انتحاری قصد داشت تا موتر مملو از مواد انفجاری خود را وارد قرارگاه کند، اما هنگام جلوگیری این موتر را منفجر ساخت که در نتیجه آن 3 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. حوالی ساعت 9 روز شنبه یک حمله کننده انتحاری موتر پر از مواد انفجاریش را بر یک قرارگاه پلیس محلی در ولسوالی نادری هلمند انفجار داد. تصاویر به دست آمده از صحنه انفجار نشان می‌دهد که این انفجار بسیار نیرومند بود و علاوه بر قرارگاه و مردم چهار اطراف این قرارداد نیز خسارات هنگفت مالی وارد شده است. تقریبا در 9 بجا خواه چیگه 14 نوست مدل در مکتب دیدنه نو سیت ماده 14 نیزا گوان بده و شیشی برمش بندی را شواز شگردان بندی را شواز بیچی کلزی مجاوه تو نو دو کس شگردان مو سر سرگیر چا پینسی و در مکتب شیشی و دروازیم تولا تخریب سید. اما مسئولان امنیتی هلمند تنها کشته و زخمی شدن 6 تن را در این انفجار تایید می کنند. قماندان امنی هلمند می گوید که حمله کننده انتحاری قصد داشت تا موتر پر از مواد انفجاری را در داخل قرارگاه کند، اما پس از جلوگیری پلیس موترش را انفجار داد که در نتیجه آن 3 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خوشبختانه چیزی مون پلیس بیدار و بخاره ولی که او دوی پرینه خودل چه داخل ده قماندانی تلانه و جی و حال تایه و شم عمل اجرا کی دوی بخاره ولی که وطن بیدل اول تا بند پاته شد
نور پولیسو د دوی په وستلو باندې شکمن شو او غوښتل چې دوی ووځي. په دې وخت دوی بم اوچوده. این حمله بر پلیس محلی در ولایت هلمند در حال انجام می شود که نیروهای افغان عملیات تصفیبی را به نام خنجر در این ولایت آغاز کرده است. پس از 24 ساعت درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح، شاهرای مزار شریف بغلان تا هنوز هم برای ترافیک مسدود است. اعضای شورای ولایتی بغلان می گویند که ناوقت شب گذشته ده‌ها تن از طالبان مسلح در منطقه چشمه شیر پل خمری ولایت بغلان بر پوسته های نیروهای افغان حمله کردند و با تصرف دو پوسته شاهرای بغلان مزار شریف را برای مسافران مسدود کرده و اکنون نیز در این منطقه جنگ جریان دارد. قمندان امنیه بغلان ادعا می کند که در 24 ساعت گذشته 9 تن از جنگجویان مسلح را کشته و 12 تن دیگر آنان را زخمی کردند، اما تصرف پوسته ها از سوی طالبان را رد می کند. در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار مواد نشه آور به شکل آزاد به فروش می رسد. باشندگان و فعالان مدنی ولسوالی غنیخیل می گویند که در بازار مارکوی این ولسوالی پودر و مواد نشه آور دیگر به آسانی در دسترس مردم قرار می گیرد. اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز فروش آزاد مواد مخدر را در ننگرهار می پذیرند و از حکومت می خواهند تا جلو آن را بگیرد. در ولسوالی غنیخیل ننگرهار پودر، هیروین و مواد نشه آور به شکل آزاد به فروش می رسد. باشندگان و فعالان مدنی این ولسوالی می گویند که در بازار مارکوی غنیخیل پودر به شکل آشکار به فروش می رسد. آنان می گویند که صدها تن از معتادان به مواد مخدر در این بازار با استفاده از پودر نشه می کنند و سبب ایجاد مشکلات به مردم می شوند. هر دوکان که در دوکان جور شوی دی او لچه تا ورکل شوی نی دی پا هر دوکان که دری یا چلور کسان هستی او مواد مخدر بندی اخته دی چو که پا سنگو بندی اغا کهی چو که خوری چو که پا نلو بندی سکی در الان دی کوزی در پا چی چول تردک دی پا مرکو خخکار خرسی کچو کوی چه نه خرڅیږي همدا حکومت ورسره دغه ګوري روزنه ګوري د څومره متدین شیر کم ځای نه دغه ترلاسه کوي. ډېر مشکلات دي سره ډېر ځوانان اوس بیا پوډر بیا شو په پوډرو باندې رااله د پوډرو سره غلام کیږي نور نور شینم کیږي ډېر کارونه دي سره رامسته کیږي. اعضای شورای ولایتي ننګرهار نیز میپذیرند که فروش و استفاده آشکار از مواد نشاور در این ولایت جریان دارد. وکیلان ابراز نگرانی میکنند که اگر حکومت جلو فروش و استفاده مواد مخدر را در ولسوالی غنیخیل نگیرد، این آسیب به مناطق دیگر نیز سرایت خواهد کرد. در موقع ولسوالی مربوطه کم امنیتی مسئولین دی در اقیه دنده در بچ دیده مخنیوه او که او کچیر تا مخنیوه او نشینو که دیشی چه در دیره کسان پا هم در نیشهی توکو بنده اختشی او نقصان به دغه دماغ د سیمی خلکو ته رسیږي. تلاش کردیم که در این رابطه با ولسوال غنیخیل نیز گفتگو کنیم، اما با وجود تلاش ها نتوانستیم که نظر وی را بگیریم. از سوی دیگر سخنگوی والی ننگرهار میگوید که تلاش های مسئولان ولایتی در برابر مواد نشه آور به شکل جدی ادامه دارد و تمام مسئولانی که در جلوگیری از قاچاق و فروش مواد نشه آور ناکام شدند از وظایف برکنار خواهند شد. په غنیخیلو کې به هم ستونزې وي، موږ به انشاءالله زر په دغه موضوع برخه کې جدي اقدامات ترسره کړو او هغه منصوبین چې دوی لاس ولري د قاچاق په برخه کې د نشه یي توکو په برخه کې دوی به هم له دندې ګوښه شي. این در حالی است که روز گذشته نیز در نتیجه عملیات چند ساعته نیروهای افغان 4 کارخانه بزرگ پودر در ولسوالی شیرزاد ننگرهار از بین رفته است و دو تن نیز به اتهام آن بازداشت شدند. خوش آمدید بیننده خبرهای جهان از کابل نیوز استیت. پس از رومانیا کار نصب سیستم دفاعی هوایی امریکا و ناتو در پولند نیز آغاز شد. این سیستم که در فاصله 250 کیلومتری شهر کالینگراد روسیه نصب می‌گردد، کار آن در سال 2018 تکمیل خواهد شد. رئیس جمهور روسیه تلاش‌های اخیر ناتو و امریکا را برای مسکو خطرناک و خلاف ورزی از توافقات محدود ساختن سلاح‌های اتمی می‌خواند. مقام های استخبارات امریکا می گویند که گروه دولت اسلامی در شهر رقه که پایتخت این کشور شمرده می شود حالت اضطرار اعلام کرده است. مقام های امریکایی می گویند که در حومه های شرقی و غربی شهر رقه نزدیک شدن جنگجویان کرد و پروازهای تیاره های اکتشافی ائتلاف
گروه داعش را به اعلام حالت اضطرار واداشته است. سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش نیز اعلام حالت اضطرار در شهر رقه سوی داعش را به معنای احساس خطر از سوی این گروه می‌خواند. شورای امنیت سازمان ملل از روابط گروه بوکو حرام نایجیریا با گروه دولت اسلامی ابراز نگرانی می‌کند. شورای امنیت با نشر بیانیه می‌گوید که گروه بوکو حرام در غرب و مرکز افریقا صلح و ثبات را با خطر مواجه می‌سازد. این نگرانی سازمان ملل در حالی است که کنفرانس کشورهای مختلف برای مبارزه با گروه بوکو حرام در نایجیریا روز شنبه برگزار گردید. استرالیا میگوید که در پلیسی جدیدش در برابر پناهجویان غیرقانونی تغییر نمی آورد. صدر اعظم استرالیا میگوید پناهجویانی که با استفاده از کشتی ها به این کشور به شکل غیرقانونی می آیند تقاضای پناهندگیشان قبول نخواهد شد. وی بر تدابیر بیشتر امنیتی در سرحدات نیز تاکید می کند و می گوید اگر نظارت بر سرحدات کاهش یابد پناهجویان زیادی به این کشور سرازیر خواهند شد. سپاسگزارم از این که بیننده کابل نیوز بودید. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.